پیام فرمانده حامد سیفی از میدان جنگ به برادرش. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. صادق امید در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. پیام فرمانده حامد سیفی از میدان جنگ به برادرش. برادر فرمانده حامد سیفی می گوید یک دو سال قبل وقتی فرمانده سیفی زخمی شده و هر دو پایش سیخ تیر کردن. یعنی اکنون که در کوههای پنشیر مقامت دارد، هنوز هم آن سیخ ها با پاهایش هستند و این خیلی آزاردهنده است. در واقع فرمانده قطعاً اجازه پیاده‌گردی به آن اندازه را ندارد. 4800 متر ارتفاع وقتی همرایش تماس گرفته گفتم برادر صحتت خوب نیست. لطفاً کمی هم به خودت توجه کن، یعنی نمی شود بر یک مدت پایین گردی. جواب داد بار دیگر این گپت را نشنوم، تا یک نفر هم در سنگر بماند من جورش هستم و مقاومت می کنیم. هویت که نباشد جان جور به چه دردی می خورد. صادق امید. در همین حال خبرگزاری خامه پرس در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد انفجار ماین در مدرسه دینی در خوست، یک کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. مقام ها در ولایت خوست می گویند که در نتیجه یک انفجار در این ولایت یک تن جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شده است. و گفته مقام های محلی این رویداد شام روز گذشته چهارشنبه 14 میزان در داخل یک مدرسه دینی رخ داده است. از سوی هم قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان میگوید که در این انفجار یک تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شده اند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در همین حال طالبان کشورها نباید از کمک‌هایشان به مردم افغانستان به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کنند. طالبان اعلام کرده اند که کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی نباید از کمک‌های خود به مردم افغانستان به حیث ابزار فشار سیاسی استفاده کنند. طالبان روز پنجشنبه 15 میزان با نشر اعلامیه از سازمان ملل متحد، کشورهای ثروتمند جهان و سازمانهای کمک رسان دیگر در امور افغانستان خواسته است که برای غلبه بر چالش‌های موجود صادقانه همکاری کنند و از کمک‌های خود به عنوان فشار سیاسی استفاده نکنند. در این اعلامیه از خروج آمریکا بر اساس توافقنامه دوحه یک گام مهم خوانده شده و اذعان شده است که این خروج باید یک پیام واضح برای دیگران باشد تا به فکر حمله به افغانستان نباشند. این خواست از سوی طالبان در حال مطرح می شود که کشورهای جهان به دلیل آنچه عملی نشدن تعهدات انجام شده از سوی طالبان عنوان می کنند، کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده اند. در همین حال، دیدار وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه ازبکستان. متقی می گوید، اوضاع افغانستان به حالت عادی برمی گردد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرده است. این دیدار که روز پنجشنبه 15 میزان انجام شده است
در آن آقای متقی گفته است وضعیت افغانستان پس از تغییرات اخیر به حالت هادی باز می گردد. کامیلوف نیز به تعهدات از ازبکستان در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت نیز تاکید کرده است. گفته شده است که در این دیدار در خصوص سیاست و منافع مشترک دو کشور بحث و گفتگو شده است. در همین حال، سازمان غذای جهان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌هایش به افغانستان را افزایش دهد. سازمان غذای جهان در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده است و گفته است که جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور افزایش دهد. رئیس بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مجازی در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاهد همچو یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه سری در حال گسترش است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، بیش از این که طالبان در 15 آگست خطرت را در افغانستان به دست گیرند، این کشور با وضعیت نامناسب بشری روبرو بود و این وضعیت حدود 18 میلیون نفوس افغانستان را متضرر کرده بود. خانم مکرواتی گفت که بنابر کمبود مواد خوراکی و نیازمندی های اساسی انتظار می رود که شمار آسیب دیدگان در افغانستان افزایش یابد. او حفظده است که به خاطر کمبود پول نقد افغانها همه روز مایوستر از بیش شده. از همین رو او از جامعه جهانی خواست که کمک های سخاوتمندانه را با افغانستان انجام دهد. رئیس بخش افغانستان برنامه غذایی جهان در پاسخ به این که آیا طالبان جلوه کمک های بشر دوستانه را می گیرند گفته است که در این زمینه تا هنوز با هیچ مشکلی روبرو نشده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.